این مطرح نشده؟ آیات اصل 88 ممیز 1 فکر نمی کنم زمینه الان با این تعداد داشته باشه. بخونم اصل 88 ممیز 1 رئیس جمهور باید ایرانی الاصل تابع ایران. بله ایشون هم پیشنهاد دادن هستن. دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد. آقای دکتر روحانی کیمتون دادم برید آقای میخونم من اصلا یک متنی به جای این علی‌بدل تشت رئیس جمهور باید از بین رجال دینی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشن انتخاب گردد. ایرانی الاصل تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن و حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران. اجازه بفرمایید. بله به صورت پیشنهاد آقای ربانی بهتر از این 52 نفر امضا کردن معطل. هر چه شود که آقایونی که اسم نوشتن، آقای منتظری موافق. با اون متن موافقم. با اون متن که خونده شد آقای عزودی با این شکل مخالف. خوب موافق و مخالف صحبت بکنن ببینیم بعد چی. آقای عزودی به عنوان مخالف بفرمایید. بفرمایید به عنوان مخالف صحبت. بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط با آوردن دو شرط اینجا مخالفم و به نظر من تحصیل حاصله و لزومی نداره که در اینجا ذکر بکنیم. یکی آوردن همین مسئله مذهب رسمیه. به این ترتیب یعنی ما فرض بکنیم در داخل ایران حساب بکنیم، کاری نداشته باشیم به کشورهای اسلامی، ما میخواییم 5 یا 6 میلیون مردم ایران رو از شرکت در سیاست کنار بذاریم، در حالی که میدونیم رئیس جمهور رهبر نیست، کسی نیست که مواظب باشه که جامعه ما از مسیر مکتب ما انحراف پیدا نکنه. رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است، اجرا کننده است و قوانین رو گروه دیگری تصویب میکنند. مجتهدان و فقها هستند که از مکتب ما و از اسلام منحرف نشه و ذکر کردیم باید مؤمن به مبانی اسلام باشه و ده‌ها قید شرط گذاشتیم که هر جایی بخواد از مبانی جمهوری اسلامی منحرف بشه، خیانت بکنه به جمهوری اسلامی، محاکمه خواهد شد. ما در رأس هرم سیاسی کشور ما رهبر رو داریم، ولی امر رو داریم، شورای رهبری هست و در واقع نبض و قلب سیاست کشور ما شورای رهبری است که همه ما پذیرفتیم، قبول داریم و یک اصل مسلم اسلامیه. همه ما معتقد به ولایت فقیه و ولی امر هستیم. اونه که در رأس هرم سیاسی کشوره و نباید بذاره و انشاءالله نخواهد گذاشت که جامعه ما
از مسیر مکتب ما خارج بشه و رئیس جمهور فقط یک اجرا کننده است، یک مجریه. و به این ترتیب آوردن این قید با توجه بر این که جامعه ما که اکثریت با تشیع تحصیل حاصله، دیگر این که رهبران ما روحانیت که همیشه وظایف خودشون رو خوب ایفا کردند و به هیچ وجه معتقد نیستند که مذهب از سیاست جداست، به این ترتیب هر جا احساس بکنن شخصی میخواد وارد بشه که خدای نکرده جامعه ما رو از مسیر مکتب ما و اسلام منحرف بکنه، من شکی در این ندارم. حتی در اون دوره اختناق نظر میدادن، میگفتن، مردم ارشاد میکردن، چرا که وظیفه شرعی خودشون میدونن که ارشاد بکنن. باز هم اگر احساس بکنن فردی میخواد بیاد در رأس قوه مجریه و این میخواد جامعه ما رو از مسیرش منحرف بکنه، وظیفه شرعی خودشون میدونن. این مجتهدان، روحانیت آگاه که وجدان بیدار کشور ما هستند، اینا آگاه خواهند کرد مردم رو. و شما میدونید که توده مردم، مردم مسلمان حرف روحانیت رو بیشتر از هر کسی میپذیره با دل و جان، به کوری چشم توطئه‌گران. و به این ترتیب آوردن این اصل، جز این که شما 6 میلیون، من کاری به کشورهای اسلامی ندارم، ما میخواییم به خواست و لطف پروردگار اتحاد جماهیر اسلامی به وجود بیاریم. ما به امت اسلامی معتقدیم که امت شما میدونید بالاتر از ملیت است. به این ترتیب من معتقدم که شرط مسلمان بودن کافیه و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشه و مرد بودن هم لازم نیست. اینم تحصیل حاصله. یعنی به این ترتیب اصلی رو که من پیشنهاد می‌کنم به این صورت: رئیس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران، مسلمان و مؤمن. اجازه بدید من حرفم تمام بشه آقای زیایی. آقای مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی مرد هم لازم نیست و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. آقای منتظری به عنوان موافق. آقای شرط آقای منتظری به عنوان موافق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما البته این رو توجه داریم که حالا به قول آقای عزودی یا 6 میلیون یا 5 میلیون از برادران، حالا من دارم چندی هستن، شاید هم کمتر باشد یا بیشتر، از برادران مسلمان ما از اهل سنت هستن و جمهوری ما هم جمهوری اسلامی است، احترامم برای اونها قائل هستیم، حقوقشون هم محترمه. ما اصلی داشتیم که اصلا همه مسلمانان جهان بایستی که از یک دیگر حمایت بکنند بدون اینکه مذهب مطرح باشد. اینا به جای خود هست، ولی یه مسئله ما در جای خودش داریم که شخصی که در مقام بیان است یه مطلبی را اگر میخواد بنویسه، اگر ناقص بنویسه، این کار درستی نیست. برای اینکه میگن که در مقام بیان وظیفه‌شو عمل نکرده. ما اگر بخوایم شرایط را ذکر بکنیم، باید یه جور باشد اون چه مطرح ذکر بکنیم. مسئله تشیع، مسئله تشیع نگم، مذهب عکس مذهب رسمی کشور، چون تشیع است و اکثریت قاطع طرفدار مذهب تشیع اند، این رو مسلماً برادران اهل سنت ما این اندازه رو حق میدن به ما که اکثریت قاطع چون شیعه مذهب هستند و طرفدار مذهب رسمیشون مذهب جعفری است، بنابراین مطابق نظر خودشون انتخاب بکنن کسی رو. اون وقت پس اگر خود اونها آقایون اگر چنون چه یه مسئله برشون مطرح باشد، مسلما نظر اکثریت را رعایت میکنن. پس بنابراین اونها به ما حق میدن که 25 میلیون جمعیت جعفری مذهب مطابق نظر خودشون انتخاب بکنن کسی رو. و در قانون اجازه من تحصیم بکنم، و در قانون سابقم، در قانون اساسی سابقم
این معنا بوده است که اون کسی که در رأس کشوره باید دارای مذهب رسمی کشور و مروج اون باشه. پس بنابراین مسلماً مسئله 25 میلیون با 5 میلیون اگر چنانچه حقوقشون با هم متعارض باشد، حق 25 میلیون را خود برادران اهل سنت به ما حق میدن که 25 میلیون اینا احقن از، یعنی به این معنی که نظر اکثریت باید رعایت بشه. و اما مسئله مرد بودن این رو من عرض کردم، ما مسلمیات اسلام رو نمیتونیم بذاریم کنار و نمیخواهیم به وقتی به خواهران جسارت یا اهانت شده بشه یا حق ازشون تضییع بشه. مسئله حکومت و ولایت اصلا این اشتباه است که ما خیال میکنیم حق است. مسئله حق نیست، مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت که بار سنگینی است اگر چنانچه خداوند تبارک و تعالی به دوش عده خاصی بگذارد این بار مسئولیت را و زنها را نخواند مسئولیت سنگین به دوششون بگذارن، این حد که حرمت زنها نشده است، حقوق ازشون تضییع نشده است. و من عرض کردم در فقه اسلام، نه فقط فقه شیعه، کسانی که مطالعات دارن، مسئله ولایت و مسئله قضاوت این دوتا را ذکر کردن که مخصوص به مرد هاست و چون دو مسئولیت خیلی سنگینی هستند که عواقب زیادی دارند. فقط من عرض کردم در قضاوت راجع به اموال ابو حنیفه که یکی از علمای بزرگ مراجع اهل سنت است، از ائمه اهل سنت است، ابو حنیفه در قضاوت در اموال فتواش این است که زن میتونه قاضی بشه، اونم قیاس کرده است به باب شهادت، چون قیاس و حجت میدونه و شهادت زن در باب اموال حجته. ولی غیر از ابو حنیفه اینم در باب قضاوت همه ائمه چهارگانه اهل سنت، یعنی هم ابو حنیفه، هم شافعی، هم مالک، هم احمد حنبل، ولایت را میگن که منحصر به مرده و قضاوت هم اون سه نفر، یعنی شافعی و احمد حنبل و مالک و همینطور ابو حنیفه، قضاوت در غیر اموار را میگه مخصوص به مرد هاست. و در فقه شیعه هم اتفاقی علمای شیعه است در جمیع اعصا. و ما اینو مطمئنیم که خواهران ما چون معتقد به اسلامن و انقلاب هم انقلاب اسلامی است، مسلماً خواهران ما ناراحت نمیشوند از اینکه ما اونی که مطابق موازین اسلامی است بنویسیم. این که آقای عزادی فرمودن توضیح واضحاته، ما در مقام بیانیم، اگر چنانچه در مقام بیان بعضی از شرایط رو ذکر کنیم بعضی رو ذکر نکنیم، این چیز غلطیه، به ما اشکال وارد میشه که چرا تمام شرایط رو ذکر نکردی. یا باید شرایط رو ذکر نکند انسان، یا اگر شرایط را ذکر میکند باید همه شو ذکر بکنه. و ما تحاشی نداریم از اینکه اونی که حق است بگیم و مطمئنیم نه خواهران ما ناراحت میشن و نه برادران اهل سنت، برای که برادران اهل سنت میدونن اکثریت شیعه مذهبن در ایران و خواهران هم میدونن انقلاب ما انقلاب اسلامی است، اون چه مطابق اسلام است نظر خواهند داد و مسلما حقوق هیچ کسی هم تضییع نخواهد شد. و من لذا پیشنهاد میکنم که نوشته بشه، برای اینکه اگرم بخوایم ننویسیم به ما اشکال میکنن اینا چطور شده است که شرایط رئیس جمهور رو ذکر نکردن. البته مخالف هم نیستم با اون متن پیشنهادی که ایشون خوندن که آقای ربانی امرشی تهیه کردن، اونم باشد اشکال نداره. متشکرم. یک موافق. این مطرح را در معرض رای گیری بگذاری، هر چه رای آورد آورد دیگه، این صحبت ها بیشترش حرف میشود، به نظر من جا نداره. یک موافق یک مخالف صحبت کرده. من اجازه فرمایید یک کلمه یادم رفت آقای بشت. آقا من یک کلمه یادم رفت. این چون ما بعد راجع به نخست وزیر و وزرا با وسایل مقاماتی، اگر اجازه فرمایید من پیشنهاد میکنم ذیلش هم بنویسیم شرایط نخست وزیر و وزرا و سایر مقامات را قانون معین میکنه. اینو بنویسیم. همش بود که
فقط چون در این مورد در جلسه ما انتظار می رود که برادرمون آقای مرادزهی چون در رابطه خاص با موکلین ایشونه صحبت بکنن، اینه که من صحیح می دونم که ایشون هم صحبتشون رو بفرمایید. مکتب آقا مسئله اصل قانونی نیست، مکتب هم باید معرفی بشه، تذکراتی هم دوستان دیگه دارن که بد نیست گفته بشه. روی نوبت اجازه بفرمایید آقای دکتر، به شما هم نوبت گرفت، فرق نمیکنه، باید همه صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره مذهب و مذهب رسمی قبلا صحبت شد، اصل 13 پیشنهادی دولت و اصل 12 تصویب شده مجلس. در اینجا گویای این مسئله بود که مذهب رسمی مذهب جعفری از ناشری است. به موقع در این زمینه به عنوان مخالف هم من و هم آقای مولوی عبدالعزیز دو نفر سنی منحصر این مجلس صحبت کردیم. با تصویب اون اصل ما انتظار نداریم که این یکی هم حرف ما اثری داشته باشه یا تغییراتی درش داده بشه. و به نظر من با این که اگر یک سنی مذهب در این مملکت به فرض کاری بشه و رهبر هم بپذیره، خود به خود میدونی که رئیس جمهور یکی از شرایطش اینه که بایستی رهبر هم اون رو تایید بکنه. مسلما اگر چنانچه همچین آدمی پیدا بشه که همه رأی بدن و همه و هم رهبر تایید بکنه، مسلما این برخلاف مکتب نخواهد بود و مکتب رو از مسیرش منحرف نخواهد کرد. عرض دیگه ندارم. همچنین خواهرمون خانم گرجی باید میتونن از نوبتشون استفاده کنن برای صحبت. برای اینکه یک اولویتی در این مورد انتظار میره آقای رشیدیان، بفرمایید. من به دنبال فرمایش برادر عزیزم اون آقای مرادزهی همین میخوام عرض کنم که وقتی که باید اکثریت مردم رأی بدن، بنابراین اگر واقعا خلاف شرعی باشه نمیدن و تایید رهبر باشه، با توجه به اینکه اینجا ولایت هم نیست، ولایت با رهبری است، اینجا یه تنفیذ امره، یک قدرت اجرایی است، یه وکالته. این چه دلیل داره که ما اگر چنین چیزی نیست که در کشور اسلام اینا باشه، یعنی هم قید اول دارای مذهب رسمی کشور و مرزم میتوند بدش بشه، همین کلمه دار مرد باشه، این قید اصلا لازم نیست. با توجه به اینکه میگم اگر احیانا زنها به این مرحله از تکامل و پویایی برسن، این باز رهبریت نیست، این امامت نیست، این یک قدرت اجرایی است که از طریق رهبر اگر لیاقتش داشته باشه که دارای امانت و تقوا و حسن سابقه و مؤمن به مبانی اسلام باشه، زن هم مؤمن میتونه باشه، زن هم دارای امانت و زن هم دارای تقوا. دیروز هم عرض کردم قدرت سیاسی زن را اسلام امضا میکنه که این قدرت سیاسی زن برای مردان یک به اصطلاح زمینه ای هستش که مردان عظیم به اون تیکه که بلقیس سخن میگه اشاره میکنه. و اگر در اسلام نبوده ما خلاف اسلام نمیخوایم بشیم، رهبر امضا نمیکنه. دیگه بحثی نیست که ما اینو بزنیم و باعث ناراحتی بشه و سد سبیل الله هم بشه، که بالاخره این راه باید باز بشه. همه اگر امکان دارن در این راه روش کنن، نمیتونن نمیرسن، گذاشتن این چه نیاز داره؟ یک موافق میتونه به ترتیبی که اینجا اسم برده شده در این زمینه صحبت کنه. اسم میخونم به ترتیب ببینیم نوبت کیه. آقای کیاوش شما مخالف هم بفرمایید. خیلی کشش میشنید برادر عزیز. از نظر نظم اجازه بدید به اندازه که شما صحبت میکنید یک موافق آقا صحبت میکنه. آقای کیاوش شما مخالف هم مخالف. آقای خامنه‌ای آقای دکتر غفوری مخالف. آقای پرورش، آقای قرشی، آقای فاتحی موافق.
شما به عنوان موافق بفرمایید صحبتتون رو بکنید و بعد رأی گیری میکنید. منم اسمشته بودم. سوال داریم آقا. بله کوتاهم صحبت بشه که میخوایم به رأی برسیم. آقا سوالاتی داریم. بیام به ترتیب کنم. حالا در این حال برای رعایت عدل در اداره جلسه من گفتم یک موافقم صحبت.